خدایا تو خودت کمک کن. یا مشکل گوش خودت بدادش. یه چیزی نیست عزیز خانم، طاقت داشته باش. ای خدای بزرگ، بچه‌مو به دست خودت سپردم. آروم باش خواهر، جای این کار واسه صلوات بفرست. یا باب الحوائج، فرمونم اومد. پسرم فرمون. چکم چی شد خانده ای؟ چارده شروع شده. یازامن آهو بشم خانده ای، یه ازمونی بگو. بودو هی در خانم اومد. چی شد خانم بالا؟ چارده شروع شده. الله اکبر، الله اکبر. خدایا خودت کمکش. آروم باش ننه، حتما پسره. تو امید حق ننه. سنار بده آش، به همین خیال باش تا چشم حسود کور بشه. کوتابی یا ننه، افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق، خانم دلش پسر میخواد. ول کن خانم بالا، سر زاو شبون نداره، بس دیگه. به بدبخت بیچاره، میتونم کجات میسوزه، جون به جونتون کنن، همتون دختر زایین. دیدی که سغرتم دختر زایین. سالمات بفرستنه، به کار خدا چی کار داری؟ اگه من دختر زام، اقلا اجاقم کور نیست. چشم کورت که دید، پشترم تلب تلب انداختم بیرون. اما تو چی؟ پیر شدی و کور شدی، همین یه دونه پسر رو داری، حتما به یال و کوفالش مینازی. ده بله، واسه خاطر همینم وقتی فرمون میکاره پسر میکاره. خیال کرده اینه دوماد مافنگی توه؟ بر شیطون لعنت، فر بخواد شما یه چیزی بگو. نه نمه چی کارش کنن، شما چرا مادر زنه بگی؟ اگه پسر کشتن به یال و کوفاله، پس شطرم باید پسر بکاره. لا 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 لا، چرا دهنشه بگی هیدن؟ مادر زنم چیکارش کنم، شما چرا نمیدی؟ اگه دهن صاب مردت چپ کنی و دندون رو جیگر بذاری، معلوم میشه کی پسر میکاره و کی دختر. بزک نمیر، بهار میاد، کنبوزه با خیار میاد، ببینیم و تکنیم. اشهد ان محمد رسول. مانه باد چه ماد بازه، مانه شما پسر بهتره. نمه پسره پتر، فرمان شما، مان شما، مان شما. پتر پتر قند اتن، دختر دختر کپ قاکتن. پتر پتر قند اتن. چشمه من، چشمه من تو پیشان لا
شایی بلوی مادر جنو بابا شاورده بیگیرش کانده یه حدیدی خوردمه و تبارک الله لحسان خالدی ماشالله اینه خودم تو پاره آره والا این فریدون یل میمونه گل گفتی مرد نفستو شهید نمی کنم اسمشو میذارم فریدون هم دهم پر کنه هم به شغل آیندهش میاد با اسمش چه دخلی داره به شغلش ده خیلی وقتی اسمش شد فریدون شغلش هم همونی میشه که من میخوام مگه میخوایی چکاره بشه؟ دکتر خاندایی، دکتر مگه زده به کلت مرد کار خودت چشه که میخوای این دکتر بشه؟ توفیری نداره، منم شیکم پاره میکنم، اونام شیکم منتها مال ما عبد و اعدام پاش خوابیده ولی اونا واسه هر شیکم پاره کردن 3-4 هزار تومن پول میگیرن مکتای عوضی کسر ماشالله اینه هم اسمشو بزن قیصر که چی بشه؟ که وقتی اسمشو میشنفن رحشه به تر همه بیفته دست خوشخاندایی ما رو باش که فکر میکردیم تو هم دوست داری پسر من آدم بشه واسه خودش کسی بشه نفهمیدم من که قیصر چشه من که اون نمیتونه آدم حسابی باشه فرمود بیا اینجا چیه جلو مردم شلوغ کردی؟ خانده ای راست میگه مگه همون قیصر نبود که واسه خاطر فرمون داشای آب منگلو کشت اون قیصر به درد بازارچه نواب میخورد من دوست دارم بچم دکتر بشه شماها چی خیال کردین جمونتون هنوزم دوره این حرف هاست نه خانده ای اون معمل لولو برد گذشت اون زمونی که مردی و مردونگی خریدار داشت گذشت وقتی که لوتی محل جوجه فکولی رو زیر گذر فلک میکرد و حافظ ناموس مردم بود نه جونم دیگه مملکت حساب کتاب داره اگه بخوای جون بخوری و دست از پا خطا کنی یه لباس آبی بالا سرت وایستاده عوضی حرف بزنی میری جایی که آبخونک بخوری آره خانده ای من نمیخوام بچه‌ام مثل خودم بار بیاد امروزه دیگه جاهلی خریدار نداره به نظرم یادت رفته که چرا من زنت شدم نه هیچی یادم نرفته واسه این که هیبت داشتم سلامت داشتم مردی و مردونگی سرم میشد مردم هم خریدارش بودم ولی حالا چی؟ اگه همه مردونگی های عالم رو برزی تو کپه ترازوی عطاری یه مزخار رو غنباتوم بی ارزش بهت نمیدن که رو دلت واز بشه نه اقدس جون دیگه همه چی تموم شد دیگه گذشت اون زمونه هاست همین حالا هم جلوی همه تون غلاف میکنم غلاف میکنم و میرم پابوس حضرت توبه میکنم میخوام در مربوط اگه بخوای غلاف کنی باز از اون نشه من رد بشه جمونم یادت رفته که تموم زورخونه ها رو من حساب میکردم تو جوونی نادونی نکن مردم تا وقتی دوست دارن که این کلاه و این لباس تو تنت باشه بعد من همه مردم امیدشون به تو هم بذار اون بچه از جنس خودمون بار بیاد برو کنار خاندایی من میخوام بچم دکتر بشه نه سلاخ تو رو خدا این کارو نکن دیگه هیچ کس تحویلت نمیگیره سور و ساتت کساد میشه دیگه نه گونی برنج در کار نه پیتر برم کن سم بسه کارم رو بکنم
زور که نمیشه دادش به اسمال. از کجا معلوم اون مردی که به این زودی از زندون آزاد بشه؟ خطا این نشون روشنش کن. میاد بالا ها. گفتم روشنش کن. میاد بالا چش سفیدی نکن دختر. به چه مربوط نیست؟ ده اگه پای اسمالم وسط باشه بازم به من مربوط نیست. چی؟ اسمال؟ بله خانوم، پاشو توی یه کفش کرده که بدتت به اسمال. مگه نشه منو به اون بدن؟ دیدی خاموش کرد؟ پس قبول کن که دخترت آدمه. دیدی که آدم نیستن؟ اینقدر خیره سری نکن، با لجبازی که کار درست نمیشه دختر. واسه چی قدغن کرده من نرم بیرون؟ واسه چی؟ واسه این که همه محل رو سر به هوا کردی، اقصاب گرفته تا بقال همه رو انداختی به جون هم. واسه همینم هست که بابات میخواد بدتت به اسمال تا بلکه از شارت راحت شی. تقصیر من چی که همه منو میخواد؟ باش! تقصیر تو اینه که اینجوری اینجوری راه میری. ایش اخ ده بیا بیا که منو همین. خب از اینجا بری فایده نداری. تو هر محل دیگه ایم بریم ها، باز اگه بخوای اینجوری راه بری و بگردی همین آش و همین کاسه. خب میگی چه خاکی به سرم بریزم؟ من بهت میگم اگه میخوای یه شوهر ترگل ورگل واسط گیر بیارم، باید یه کاری کنی که حاجی آخر شیطون بیاد پایین. باشه هر کاری بگی میکنم. پس باید یه چند روزی از قیر و فرت کم کنی و بشینی کتاب دعا بخونی، نماز بخونی، روزه بگیری. البته الکی میخوام بابا تو بهت خوشبین کنم. فکر میکنی اگه این کارو بکنم شر اسمال از سرم کم بشه؟ بله خانوم حتما کم میشه. فعلا من باید برم زیر گذر خرید کنم. وای وای خدا به دادم برسه. نمیدونم با کاسبای محل چی کار کنم، همشون سراغ تو رو از من میگیرن. ببین سکینه شوهر یادت نره. نه جونم واسه تو میخرم. علیکم. مت بری؟ سکینه خانم تویی؟ ای پلو فسول جون اومدی؟ سکینه جونمه. سلام. کلای درد تو بلات بخوره تو سری پلو فسول. جونم مرجده چه هیکلی به هم زده. ببینم از کدوم قصد تو بگوش میخری؟ لاکردار مثل خالی کرمونی میمونه. کلای خورمونی هیکلت بشم. خودمونیم ها قالپاقات هم یکی دو نمره ور قلومبیده شده است. نکونه زیاد ماساژش میدن ها؟ ایش بازم آره؟ شروع کردی پول پست نشده بود چه شروع باش نشته. میگه یادت رفتست اون بالا نگاه کن ببین انستیتیو جاهلی. انستیتیو؟ آره سابقه بر این بهش میگفتن مکتب خونه زور خونه. حالا آلامت شده ایم و اسمشو گذاشتیم انستیتیو. داره ببینم پول پست بزنم تعلیم میدی؟ باشه تا استعدادشو بسنجم ببینم چطوره. نه خودمو میگم. برا آره تو رو که به شام میذارم ببینم استعداده دا. نه خوبش ماشالله بابا. هزار ماشالله رو برا رو برا یا آره جون خودم ببینم سکینه جون بل. میشه به یادی قدیمه یه روز بریم کنار رودخونه و بشینیم یه عشقی بکنیم؟ بله درزه میخوام تازه یا ببینم استعداده چی تو شده که چی بشه آقا؟ هیچی که شاید خدا زد پسی گردنم و خر شدم و تو رو گرفتمه. ببینم مگه هنوز زن نگرفت؟ نه بابا میگه میشد با این درومدا با این مخارجا زن گرفت. گوجه فرنگی شده است کیلو 40 ریال اونم تازه یک گیر بیاد. از امروز صبح تا فردا صبح منتظری تاکسی میشی؟ تاکسی که پیدا شد پول نداری سوار بشی. تازه باید راه رو گز کنی یا پیاده بری. خیلی خوب اینقدر پر حرفی نکن. یه روز تعطیلمو با هم میریم آسیا. قربونه اون حواست که هنوز آسیا بیاده چی؟ خب چرا وایسده؟ یا بریم تو؟ میخوام همین حالا استعداد دادم هیچ بزنم. نه والا نمیتونم جونه تو کار دارم باید برم واسه شیرین شوهر پیدا کنم. شوهر بجوری؟ بله تو از چی تا حالا دلالی محبت شده؟ از اون گذشته شیرین دیگه کیست؟ بابا دختر حیدرخان دیگه. آن میگه بزرگ چه؟ بله نمیدونی چه هیکلی به هم زده مثل صرف شده. خب چه جور شوهری میخوای براش بجوری؟ قد بلند. قد بلند. ترکی. ترکی. خوشکی. اینه هو امیر ارسلان. سکینه. بله. بدن آوردیده تو چه داری آدرسی منو میده؟ این نشونی ها فقط تو هیکلی من است. زود باش چرا معطلی دستی منو بذار تو دسته. خاک بر سرت کنن که هنوزم چشم و دلت میدوه.
اصلا حیفت نمیاد منو ول کنی اونو بگیری؟ شوخی کردم ضعیفه. من یک موی گندیده ای اونو با صد تای تو عوض نمی کنم. چی؟ چیزی گفتم؟ منظورم این است که یه موی تو رو با صد تا گندیده ای عوض نمی کنم. خلاصه لای قربونی قد و بالات بشم. حیف که ازت خوشم میاد. منم فدات بشم. پس ببین بیا اینا رو بگیر ببر تو تا من برگردم. شاید بتونم کار این دختره رو یه سر و سامونی بدم. زود برمیگردم. بی خود اینقدر گیل و خار را انداخته یا من حاضرم این فداکاری را بکنم. ای ببین چطوری استعدادش تکون میده دا میره دا. دلم از خیلی روزا با کسی نیست. مامی کاری و مامی مگه نمیشرفی مامی دارم صدات میزنم. غلط میکنی. میخوام 70 سال سیاه صدام نکنی. پسر این تنه لکن دفعه بگم به من نگو مامی. خیلی خوب حالا مگه چی شده؟ میگه چی شده؟ پدر سخته تو های ارجون من چی میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ حالا مگه چی شده؟ من که چیز بدی نگفتم. دیگه چی میخواستی بگی؟ آخه این چه اسمیه که رو من گذاشتی؟ بچه های مردم رو ننشون اسم گذاشتن. تو زکتون هم واسه من اسم گذاشتی. مگه مامی چشه مامی؟ نگو پدر سخته نگو. خیلی خوب داد نزن همسایه ها جمع میشن. شما بگو ببینم چی صدات بزنم مامی. به من بگو ننه. مگه بچه های گلین خانم آدم نیستن؟ هر کدومشو منزه یه لنگه دارن. اما هنوزم که هنوزه به مادرشون میگن ننه. همش تقصیر اون خدا بیامرزه که تو توفر رو دستم گذاشت. اگه از همون روز اول به حرف خاندهش گوش کرده بود و اسم تو گذاشته بود قیصر، حالا واسه خودت کسی بودی؟ نه منو مامی صدا میزدی، نه این جوجه فکر یا بهت میگفتن فیفی. چرا پرتو حالا میگی؟ کی به من میگه فیفی؟ مگه به پسر اون غلام حسین زغال فروش نمیگن ممل؟ اون که اسمش محمده. خب لابد خودش دلش میخواد. واسه خودش میکنه. اگه یه روزی به تو بگم فیفی من چه خاکی به سرم بریدم. خیلی خوب بابا خیلی خوب. من قریبم در نیار. از این به بعد هرچی دلت بخواد صدا بزنم. به من بگو ننه. خیلی خوب ننه. چرا یواش میگی ننه؟ یالا بلند بگو ننه. میخوای داد بزنم؟ آره داد بزن. داد بزن ننه 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 ننه. خدا بیامر زدی تو کجا با این فی کجا؟ ای گفتی میخوام بچم دکتر بشه، تصدیقه یک دکتری بگیره. بفرما عوض دکتر واسه این فی شده. ولش کن بذار کارشو بکنم. بازم میگه ولش کن. آخه تا کی؟ پسره داره از دست میره. گفتم ولش کن بذار کارشو بکنه. که بابات میگه ولش کن. بابای من کی حرف زد؟ ده گوشای کره تو مگه میشنفن بدبخت فکری؟ به پسرم بد و بیرا نگو زن. میگم پدرشم در میاد. لاله لاله مگه مخت عب کرده زن؟ آخه تو که نمیدونی مرد. گوش کن ننه، من تا 3-4 سال دیگه دکتر میشم. از نظر خرجیم که تالا لنگت نذاشتم، هم درسمو خوندم هم کار کردم. آخه مطربیم شد کار؟ اگه اون خدا بیامرز زنده بود سرتو میذاشت در باغچه و گوش تا گوش میبرید. آبیچه عافیت باشه. دیگه دارم کلافه میشم. بیننه گذشت اون دور زمونه ای که بابام قد داره میکشید و تموم محل قرق میکرد. حالا اگه من کار نکنم نمیتونم درسمو بخونم. تو هم انقدر سرکوفته بابامو بهم نزن. بیا این کارتو بگیر اگه معلوم اومد بهش بده. تو چی نوشتی؟ آدرس جاییه که برنامه داریم. سایران ننه. حالا میتونم برم؟ چی که بر نگردی. الهی همینجور که آبروی منو بردی و مطرب شدی، خدا رو قسمش میدم به تیر قلب گرفتار تو. کار یادت نره مامی. مامی اگه دستم به سلام نرات خونه است؟ ما سرصداش نمیشتادی. بازم چی کارش کردی فریدون خانم؟ ما شادیتش کردیم. بابا اون عادتشه. ما رفتیم. خدا حافظ. خودشه. اگه جور بشه خیلی خوب میشه. خدایا این ننگو از من بگیر. بگیرش تا راحت بشم. من پسری که به ننش بگه مامی نمیخوام. چی شده اقدس خانوم؟ بازم که آه و نالت به هوا زشته بابا. دست رو دلم نذار که دلم خونه. آخه چته؟ چرا بی خودی اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ تو که الحمدلله چیزی تو زندگیت کم و کس نداری اقدس خانم. چطور ندارم؟ زمون اون مرحوم بار بار میوه و گونی گونی برنج میآوردن در این خونه. حالا زمون این پسره بادمجون شده دونه 7000. غم پیدا نمیشه. اگه بخوام برم زیارت باز یه ساعت تو صف اتوبوس وایسم.
اصلا بگو ببینم پولی که از مطربی و آواز خوندن در بیاد میشه بهش گفت پول؟ برکت داره؟ والا چی بگم؟ خب پول پوله دیگه، عقد از خانم فرق نداره. این چه حرفیه؟ پولی که از رشه تن این و اون به دست میاد با پول مطربی یکیه. جسه چیگر زده گیساشو این زنهای گیس بریده درست کرده. شاید حق با شما باشه، قدیمی ها راست میگفتم والا یه دختر کور بهتر از صد تا پسره. آره هزار ماشالله به دختر حیدر خان، نمیدونی چی اکار در اومده، این یک گل طیب و طاهره، فکر و ذکرش نماز و روزه است، روزی یک کتاب دعا تموم میکنه، از دیروز تا حالا که کتابش تموم شده این یه مار زخمی به خودش میپیچه، اینقدر بیچاره عیز و لابه کرده تا امروز اومدم یک کتاب دیگه واسش بخرم. باریکلا از تخم ترکه حیدر خان یه همچی دختری بعیده. راستی عقد از خانم چرا واسه پسرت زن نمیگیری؟ شاید وقتی زن گرفت افتاد تو خط و راحت شدی. چرا؟ مگه جوانای این دور زمونه زن بگیرن؟ دخترای امروزی اینقدر غیر و اطفار دارن که کسی رغبت نمیکنه زن بگیره. نه اردس خانم، اینجورام که شما میگین نیست، زن خوب این انار سربسته است که دهن هر مرد رو آب میندازه. وقتی پر و پاشو تو چادر قایم کنه ها، پسر هر چه قدم چشم و دلش سیر باشه بازم قلقلکش میاداره. خب از کجای همچی دختری پیدا کنم؟ تا منو داری قصه نخور، خودم سراغ دارم. اون کی هست؟ شیری؟ دختر حیدرخا؟ نفهمیدم، دختر ارباب. آره اردس خانم، این حلوی پوسکنده میمونه. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنفی. ابرو نگو، کمون بگو. چش این نرگس، سینهاش صفت مثل انار، دهنشو که دیگه نگو، بوی گلاب میده. تن و بدن این برگ گل میمونه، یه خاله درشتم درست وسط کمرشه، میگن علامت بخته، حتما روزیش زیاده. آره خلاصه یه چیزی میگم، یه چیزی میشنفی، حتما باز ببینیش. پس بزرگ شده. آره اون وقتا که با فریدون بازی میکرد همیشه دماغ اینجاش بود. خب باشه، کی بهتر از اون؟ فقط اشکال کار اینه که حیدرخان دخترشو میخواد به یکی بده که عین خودش اسم و رسم دار باشه. پس حرفشم نزن، خودت که فریدونو بهتر از من میشناسی. آره پیدا کردم، میشه آوردش. چه جوری؟ اونش دیگه با من. پاشو بریم پیش پروفسور تا همه چیزو برات بگم. اسمش حسین پاشنه است، اما اول بگم چیه سوت اکبال بالی میزنه؟ آچی وزیر پدر باید هم باشیم، خیلی خوب باش، باید باشی. خب همه دون دستادون آذری؟ بله و بلا، بله و نگمه، همیشه شما یه حرف زده این، ولی موقع دست جواب دادن اینی خطی که تو گل بمونه دار شما هم میمونی. زمنان میخواستم یه مجدهی بهتون بدم، از این به بعد شاگردای اولی هر کلاس این افتخار رو دارن که نوچه خودی من باشم. خیلی ممنون. ای والا چاکرم. خیلی خوب بسید، گوش کنین ببینین چی میگم. زمنان هر کسی هم بی خودی دست بلند کنه دو بعدش رفوزه بشید، فوراً مرخصش میکنم بره لا دستی باباش. پس تا آمادگی نداشتین خودتون رو کاندیدای جواب دادن نکنین دا. خب حالا کی از همه بهتر میتونه درسشو پس بده؟ حاجیت. این کی بود گفت حاجیت؟ چرا من نمیبینمش؟ حاجیت اینجا زیر پا تا بله؟ اینجا چیکار میکنی بچه؟ چی شد؟ حاجیت به پا کی اسم نویسی کرده که من نفهمیدم؟ اولم دهش من بچه نیستم، از همه اینا گنده ترم. دومم دهش شما فقط از من درس پس میگیری، چی کار داری؟ حرفی حسابی جواب ندارید، برو وسط ببینم چی کار میکنی. یالا دشمنت استاد به خاک، تنفت خواهات خلاک، یارو از را میرسه گیج و پکر، هی میگرده پی شر، گر تو کچ میکنه وسط، کرکوری میخونه وسط، نمیخوای کنف بشه پیش جاهلا خجالت بکشه، به در میگی دیوار خبردار بشه، یه جور میگی که گردنش بار بشه، نگاش که افتاد تو چشات گره بزن به ابروات، هیچی بالا هیچی پایی، ناطقشو فوری بچه، همچین نگاش کن که یخو وا بره، زرز شیر داشته باشی جا بره. باریکلا خیلی خوب بود، با این قدیه و جبیت نسخ گرفتن خوب یاد گرفته. از امروز بر دست خودمی، ها
حالا را بیفت بریم سر کلاس دیگه، میخوام مبصرت بکنم. بیفت جلو. زمشگونت زدی تیری به قلبم، پنچرم کردی عجب ای لامروت، بی کس و در به درم کردی. تو سر بالایی عشقم به روغن سوزی افتادم، به پایت بیرگشتم، عاقبت کور و کرم کردی. واقعا که قربونی میرزا والدت بری. مرحوم میرزا والدت مرحوم شده؟ خدا رحمتش کنه. نکنه در دستی صدای تو دق کرده وقتی که آخه این چه جور خوندنیه؟ تو داری غزل میخونی یا عربده میکشی؟ در هر حال بازم باید تمرین کنی، اینجوری فایده ای نداره. خالیده؟ من فهمیدم. ازاس یه سوال بکنم. بنال بینه، اگه با تیغ شارک و دم کارت بگیریم ابد یا اعدام؟ جون به جونت کنن تیغ کشی، پدری پدست سوخته دم تیغ کش بودست. اصلا تو به درد این کار نمیخوری دیگه. نبینم این طرف آفتابی بشی ها. یالا هر ری برو بینم. اولش که خودم نوکرتم چاکرم، دومندش که به خدمت به علی حال. مردم مردونه قدر راست بگیر، کار ما نیست که سر را بکشونیم به زیر. پاشنه یک کفش خوابیده، سیبیلا تابیده، کلا رو رو برا کن، نقابش رو نگاه کن. را رفتنت باید پریبت باشه، به جون مردا که قیومت باشه. قدم رو تون نکن، خیلی هم کون نکن، دستا رو نیمه وا کن، گاهی به چپ گاهی به راست نگاه کن. حالش زیادی است ولی رو هم رفته تعریفی نداشت. خب ما از زوریخ تا پاش از زیاد میکنیم. قبولی؟ آره پارتی باشه. الهی فداد بشم اوتا، اجازه بده من قربونت برم. باشه منم روزی هایدی قربون خبرت بکنم. باشه. آره بریم. بله همینجاست، برو تو. در تو برو، من پشت سرت میام. نکن دیگه، برو تو. دیروز سفری گدای خودمون سر زهری اومدش در خونمون. وای وای خاک تو گور چی کار کرد؟ اونقدر دم خونه هوار هوار کرد تا همه همسایه ها رو بیدار کرد. وای خدا جون چقدر دارم قشه میشم. هی میگفت بیا بریم دوا خوری، یه کمی هوا خوری. خلاصه رفتیم و رفتیم تو یه کافه ای نشستیم. چه همکلاسه نازی، هفتش تا پنج سیری یک با قطار کرد، من یه جدول باقیشو اون زهره مار کرد. وای 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 خاک تو گور چی کار کرد؟ درد سرت نمیدم، باقی داره نمیگم. وای استاد جون چه نازی. بگو منم اسمت چی چیه؟ مهتی. هر کسی اسم رو گذاشته است. خب گذاشته اونجا رو استاد، به نظرم اومدن اسم ویسی. من شما به خوشگلم تعلیم بده. خفه یا بریم اینم چی کار دارن؟ حتما باز بشتن. حتما قبول میکنه، خیالت راحت باشه. اومد سکینه جون توی؟ بله. تو رفته شوهر به جوری عروس آورده؟ یا که اتفاقا بد چیزی هم نیستا، شیطونه میگهت استعدادشو محک بزنم ببینم چی طورست. اگه بخوای به حرف شیطونه گوش کنی ها کلات پت منه کن اوستا جونه. خواه از تو آدم تر اینجا کسی نبود؟ حسین آقا خانومو میشناسی؟ چشمم کور بشه دیگه ایشونو دیده باشم. ولی بد چیزی هم نیستا. خودمونیه؟ سرم کنم. فرمون خانو یادته؟ آه بله. کیست که فرمون خان یادش نباشه؟ خب عقدس خانوم زن مرحوم فرمون خانه. ای داده بیداد. دیدی چه غلطی کردم؟ خدا رو شکر که طرف زنده نیست. شکر. خدا بیامرزدش، خدا رحمتش کنه.
بعد از این که پسردار شد و غلاف کرد، دشمناش شب و روز مواظبش بودند و کمین کرده بودند، تا اینکه یه شب تو پاشنه در زورخونه حسن ساچمه از پشت به نامردی زدندش. نامردا راستی از پسرش چه خبر؟ حالا لابد برا خودش یلی شده سا. خیلی دلم میخواد ببینمش. دست به دلم نذارین که دلم خونه. دشمنت دلش خون باشد زن؟ غمت چه چیه؟ چه غمی از این باراتر که بچه ی آدم هیفی بشه؟ هیفی؟ هیفی دیگه چه جور مرضیه؟ مرض چیه؟ گوشاتو خوب وا کن. دید نزه ناچه. بله. قربونی قد و بالات برم، خودشون میفرمان هیفی گرفته. گیسشو بلند کرده، ریش بزی گذاشته، خلاصه خودشو درست کرده. جلال آواجی خانوم، اگه پستون مستونم در آورده سا، بهتره زودتر ببرندش پیش حکیم و خلاصش کنی. دکتر شمایی؟ دکترش منم؟ دستی شما درد نکنه. تو باید کمکش کنی تا درست بشه. چی داری میگوی زن؟ کی تا حالا دست کس که نه این وره کس نه اون وره کس من درستش کرده باشم؟ نه بابا، اونجوریام که خیال میکنی نیست بدبخت. پس جنابالی امتحانش کرده. چقدر پول بخوایم بهتون میدم؟ چه کار کنم زن؟ آخه اینجا که نمیشه همه چیزو گفت، بریم یه جایی بشینیم تا واسط بگم. بعد نگفتی. ببینم اسم شما دوتا چی بود؟ من باش دل اسم حاجه تا چی دل نترس بیا بیار بیار. این هم شد اسم آدمیزاد؟ ببین سکینه جون، ما یه چیا میفتیم؟ همینو بگم. یعنی خانم الان ببرین تو آفیس؟ آفیس؟ منظورم دفتری من بوده. آها آفیس. آفیس. علیکم. باشه. سلام. بخوام اینم جاهل باید روک و راست باشه. به جاهل به روغن سوزی افتاده است. طول سگی بی استعداد هنوزم ریپ بیزنی؟ میگه فردا نمیخوای امتحان بده؟ منم بیف انداختی. آخه زبونو میگیره. مرد شوره ده ببرن با اون زبونت. حالا اگه تو جاهلی میشدی نمیشو؟ نه و هناخ پس تا 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 تم این کنم بسته بسته. مرگ بر جاهله بیمعرفت. زن گرفتن که گشرت و شروط نمیخواد. اصلا زن گرفتن چه ربطی داره به جاهلی؟ بله بله جاهل باشه. عجب مردی که خریسا جوونیاش هم از این خلبازی ها داشت. بله راست یه چیزی به فکرم رسیده است. گرد قبول نمی کنیم. اصلا جا نداریم. ولی به خاطری گلی روی سکین خانوم من این یکی ردش نمی کنم. به شرطی که مواجب اوستاشو دو برابر بپردازیم. دار دفت بمندش بستگی دارد به استعداد خودش. اگه اصالت داشته باشه که دارد بقیقا 15 روز بیشتر طول نمیکشه. ریش و قیچی دست خودته، هر جور هست باید برسونیش، فعلا دختره رو شوهرش میده. آره خب پس یه کاریش میکنم. آی پسره، اون دفتری ثبتی نامو ورداره بیار اینجا، اسم پسر این باجی توش بنویس. دوشه چنون سر درست شد. بگم زودتر. یالا معطل نشو پسره، یالا فک و فامیلو بپر. اسم فریدون. اسم پدر فرمون. همشون فه دارن. آره فریدون پسر فرمون. چه اصلا با حالی کارتو بکن بچه، چی کار داری به این کارا؟ مبسر دعوانی میکند. یالا سوز سابقه چاقو کشی چی داره؟ هیچی بابا هیچی. تیغ کشی دیگه. کار با گزن چند دفعه؟ والا به نظرم هیچی. حبسی چند سال غیر قانونی کشیده یا فراریه؟ بابا علی این کارا نیست ابدا. دسته دیگه میخواد جاهل بشه بابا. بسیار خوبه. خب گوشه ده واک کن ببینم. اینا میگن شاگه حبسی غیر قانونی 8 سال. بله کلاب این بچه الحق که شیر مادرش حلا. حالا کجاشه دیده؟ اینجه چیزی نیست، از این بیترش هم دارن. ابدی، تبعیدی، اعدامی. نه یه نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، 30-40 نفر. فرمایشتون درست، ولی اونم دست کم نگیرین. هرچی باشه پسر فرمونه، خونه اون تو رگاشه. راست میگه، اصل و نسب داره. به مرگ بزده. خیلی خوب، پس بگو از فردا صبح بیا. چرا از فردا؟ همین حالا شروع کن. من میدونم کجاست، باهات میام نشونت میدم.
همشون اون بالا ها بالا بالا ها یه جایی بود، یه جای با صفایی بود، دلم میخواست پشت کوها تو دره ها اون دور دورا خیلی دورا یه جایی بود، یه جای با صفایی بود، تو بشه دنگ، تو خجالت نمیکشی با این هیکلت؟ اینقدر مثل لاغجار جیغ میکشی و مثل مار مولک خودت تکون میده؟ به شما چه مربوطه آقا، دلم میخواد بخونم. تو غلط میکنی پسر قرت، میگه شهر هرتست، میگه مردم گوشی زیادی دارن چه تو هی جیغ بکشی و پرده گوششون پاره بشه. دوست نداری میتونی بری بیرون، اصلا کی تو رو راده ده بیای اینجا؟ زود گم شو و الا میندازمت بیرون. آقا منه میندازی بیرون؟ الان حالیت بکنم بکشین داشت نگاه کنم، نگاه کنم، نگاه کنم، بذارن هم زمین مامی. نه کنی مامی، الهی جس تو چیگر بزنی به من بگو ننه ننه زنگل ننهش میگد مامی برش نرو برو چه ننه ایدا ننه ننه ننه
شما چجور اشخاصی هستید؟ از جون بنده چی میخواد؟ ننت میخواد برات زن بسونه. با این شکل و شمایلی که تو داری هیچ دختری بتونی. چرا چیز تو گردنت ننداختی؟ فقط یه پشنت. این موضوع چه ربطی به شما داره؟ چف کن دهنت تا نزدم تو پوزه. دیگه بهت نگفتم با استاد باید درست حرف بزنی. آخه استاد کیه؟ استاد همینه که مثل شخشم چند جلد وستده. با ایستاده باشه، من که نمیخوام درس بخونم. این درس با اونایی که تو فکر میکنی فرق داره. میخوام من تو رو جاهلت بکنم. من چه به جاهلی؟ من اهل عشقم. به همین حالا حالیت نیست. وقتی ساختمت اومد خودم کس بکنی. معذرت میخوام، آخه واسه چی من باید جاهل بشم؟ میخوان دخترانو واسهت بگیرن. آره آخه مامی، حالا که موقع زنگ گرفتن مامی، اگه خودم بخوام میگیرم دیگه. واسه همینه که دادم دست حسین آقا که هر غلطی دلت خواست نکن. بله درست. ای بوزده بپر دست خر سلمونی بیاد اینجا. سلمونی واسه چی؟ خدا قسم این ورد داره سکیده که همه ای کلکا زیر سر خواهد. آبه من چه بیدو خان دیگه چی؟ شما برین من چه که زدم میرفسمش سری کلاس. خیالتون تختی تخت خوشه. خدا از برادری کمت نکنه حسین آقا. آره فقط موازه باش، فرار نکن. سگی کی باشه؟ بله ما پاشو خورد میکنم. آره بابا اجازه. نره تو رو خدا نرو. وای بهم گفت ننه. یواش یواش داره آدم میشه. بله که بابات وایسا وایسا. منو با این جاهلو تنها نذار مامی. برو باجی، برو گوش به حرفش نکن. برو هر بچه‌ای که روز عبدی غریبا یخت دلتنگی می‌کنه. سلام عرض می‌کنم پرفسور. کله چه باعث بهتر از این جوجه فکولیا؟ آره این که ساتوری می‌خواد اینجا. حالش چجوریه نه؟ چه خشه. گوش کن آقای جاهل. بذار که چیزی بهت بگم. بعد هر کاری که خواستی با من بکن. ولش کن بیاد جلو. ولش کن. پاشو برو. ببین ننم میخواد که من زن بگیرم. باشه من میگیرم، ولی آخه من بیچاره خورو کنا تیغه دستو ها بگیر. بور باشه کچر باشه، شما خودتون ندیده زن میگیری؟ حرف نباید پامال باشه. چرا دروغ بگم؟ راستش نه درسته. حرفا چیه میزنی شماها؟ این شمایل حضرت مریمه. ماشاءالله با یه نظر به چشاش نگاه کن. خدا پدرتو بیامرزه. یه دختر به این خوشگلی رو. راست میگه اقدس خانم، بذار اول مالو ببینه. مگه بچه ای دختره رو ببینه تو من الان حلش میکنم. بفرمایید حلش کن. ببینم دختره خوشگلیش به خوشگلی تو میرسه. ای همچین هیکلش مثل هیکلی تو هست. همچین قالفاقاش هم بپرس. قالفاقاش به پای قالفاقای تو میرسه. ای همچین. خب پس مسئله حل نیست. خودم میگیرمش. خب میگیره. چی رو میگیری؟ سکینه جونم، مال مالی خودش، بعدم بیخیریشی صاحبش. بالاخره تکلیف ما چی شد؟ ریش آقا رو بترد. الان دیگه پیداش میشه. رو تو خوب بگیر رابیو، تو هم قرار تنهایی بری. داره میاد، برو قشنگ نگاش کن. برو یه پردش الهی خودونت برم مادر. سلام عرض میکنم. مرسی. چطور شد؟ چه بودو؟ حاله سوسکه. چینده بک؟ آقا چه بی ادب. من اومدم شما رو ببینم. پس رو نماشو بده. ننم میخواد من زن بگیرم. میگن شما خیلی خوشگلی. باور نکن. خب پس لابد زشتی. ممکنی؟ حالا چرا اینقدر خودتون رو پوشوندی؟ دوست دارم جوونک. قرقم بیدم که بلده. کجاشو دیدی؟ دیگه دارین کافتم رو در میاری. وایسین ببینید چی میگم. بنال ببینم. خوب رویان گشاده رو باشن، تو که رو بسته ای مگر زشتی؟ نوجوانان آراسته باشن، تو که پشم گذاشتی عجب کشکی. خیلی خوب، ممکنه یکمی واکنی نمیخوام چشم بسته بیفتم تو چهار. بفرمه. اینطوری که نمیشه. لابد آقا میخوان استریپتیز کنه. لازم نکرده، فقط بیشتر باز کن. نمیشه. مجبورم نکن خودم وازش کنم. غلطی زیادی. تا سه میشمرم و الا هیچ غلطی نمیتونی بکنی. وازش کن. ایشور آهای جیگور مای تو خارمدن نره. اگه داشت که تو کوچه پس کوچه دنبال دخترای مردان نمیافتاد. به شماها چه مربوطه؟ من دلم میخواد.
دلت غلط میکنه زالزالک. فهم بابا که یه همچه بازمچه باقی گذاشته. بازمچه خودت بی عد... این دفعه رو به احترام بابات کارید ندارم، ولی دفعه دیگه گوشت رو میبرم. هری بزن به چاک. بره این دیگه کسیه. از این ور میخوام از این ور برم. مگه نشنیده گفت از اون ور؟ منه بزنید. کاش 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 خوش یواش به ما. خاک بر سرت کنن که جربازه هیچ کاری رو نداری. جلوی دختر پاک آبرومون رفت. چرا؟ چرا؟ واسه این که با چشای خودش دید که چجوری حساب تو رسید. بابا چند تاشونو یکی یکی زدم. بابا 16 نفر با هم میزد. تو محل آبرومون رفت. همه فهمیدن که تو رو کتک زدن. اگه کتک خوردن من تو رو بی آبرو کرده ها، من فردا حساب همه‌شون رو می‌رسم. تو رو خدا راست میگی. پس بعد شیرینو خبرش کن. آره. بهش بگو بیا تا لتو پار شدنش رو تمام. ساده ای دختر این قمپوز در میکنه. کجا برات دعوا کنه؟ آره فردا معلوم میشه. گل بیخارو. خیلی ممنون. خب بچه ها فردا یادتون نرم. خیال تخت باشه، حساب یکی یکیشونو میرسی. بارکلا حواستون رو جمع کنین. نمره الکی به هیچ کس نمیدم. اونهایی قبول میشن که خوب ورزیده شده باشن. بله کجا امتحان میکنیم استاد؟ هوای آزاد زیر گذر. گردش گردش علمی است. حرکت بده یالا. همه به ترتیب سند را بیافتن. یکی تنفس هم جمشید آریم هم نم یالا جمشید جمشید متفرق نشیم جمشید پاشنه و دستمال و نسقا اینجا کار میکنی. اولی از رفته ستا زمینه چشم رحیم ملقب به پار پوره جسته جلو نم پار پوره بیاد جلو برو بسا دستتا پس بده ببینم چی کار میکنی. یالا بسه نسخو گرفتی ها. آره آره عجب گرفتی ها. جوجه فکالی خونمون هم که دارد میاد. کجاست این قصاب نامرد؟ کاری داشتی جوجه؟ بیا پایی تا حالیت کنم. بنال بینم تو آدم بیشعوری هستی. Come on!
خاطره چهار دفعه هست بکنی یا محل نداری بزنم میاد. اگه حواس تو جمع کنی و یه کمی به آق جونت گوش بدی آخرش مال خود که خوابی و فریم دیگه بودو آی کلا، آی کلا، شیرین کاشتی، شیرین کاشتی چطور کنم؟ همه قبولم، تجدیدی مجدیدی هم نداری زنده باشی حسن یا بزده، بگیر از دم بر همه نمره بیست بذار تو شهر، آی کلا، را بیافتی، را بیافتی سلام بالک میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم برا اوستا افتست تو کوچه جواب بده فقط بگو، بچه ها چطور تونستن کلک اونا رو بکنن؟ جاهل بر دو قسمه بله جاهلی با تکنیک جاهلی بی تکنیک جاهلای من همه شون با تکنیک هن آره جونم حالی ده بله حالیمه حالیمه چی جاهل با تکنیک خدا. چرا غذا نمیخوری؟ چرا ماتم گرفتی؟ چی بگم ننه دختره بدجوری حواسمو پرت کرده چه فایده؟ دستت که بهش نمیرسه تصمیم گرفتم برم باهاش حرف بزنم از حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه منظورتو نمیفهم بس گفت مامی خیلی خوب ببخشید ننه آخه بابا چه جوری حالت کنم تا جاهل نشی و اسم و رس پیدا نکنی حیدر خان دخترشو بهت نمیده آهای صابخونه کجایی بفرمین تو بیا تو سلام خوب اینجا نشستین و از همه دنیا بی خبرینا سر گذر محشر کبراست کاسبا جشن گرفتن مگه چه خبر شده میگن اسمال گاوکش فردا آزاد میشه گاوت زایید ننه گاوم زایی؟ گاو من چه دخلی به اومدن اسمال داره خانوم؟ با آخه شیرین نشون کرده اسماله حیدر خان منتظر بود اسمال آزاد بشه و قال قضیه رو بکنه شیرینم اونو دوست داره؟ دوست داشت که از تو خوشش نمیومد از صبح تالا فکرت بیرون نرفته خب دیگه ننه باز بریم خواستگاری آره جونه امت بخور تا واسط بیارن مگه علکیه؟ فریدون خان بعد نمیگه ها بیاین خواستگاری تیر مفته و گنجیشکم مفت یادیدی کارا روبرا شد البته اول بهتره به هوای دیدن کبرا خانم سینم تازه چه خبر؟ خبر مهمی نیست فقط یه دفعه بچه پر رو گوش مالی دادی واسه چی؟ واسه سر و گوشش خیلی میچانده یه دفعه مزاهم شیرین خانم میخواستی لششو بندازی شقش کنه بابا کف صابو خشکی جهنم چیر جهنم من مسئولیت دارم عدد جان بابا فکی تو باز مچه ای بابا شما خودتون ناراحت نکنین من خودم دادم حسابشو رسیدم راست میگه ولی فردا ساکت شو فرداش چه؟ بابا یه کاری دست منه به اشاره میده جهنم باز گفت جهنم من آل بینم فرداش چی شد؟ هیچی منظورش اینه که از فرداش شیرین خانم راحت از زیر گذر رفت و اومد کرد راش هم همینه مرا کشتی با این رئیس من میرم سری به حیدر خان بزنم
بفرما. خوش اومدی بابا. مهمون ما چه شد؟ بارا کنار بابا، مهمونم منه. تو خودت بیشتر رش بده کار گام بود. چشم انتظاری هم بد چیزیه، خیلی چشم رات بودم. زنده باشی پهلمون، هر جا باشیم دلمون با شما. بفرمایین بفرمایین، اقلا تا اینجا اومدین حاج آقا رم بفرمایین. سلام پهلو. سلام. سلام خانم، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. شما بفرمایین انشاءالله. میبخشین مزاحم شدم. اختیار داری خونه خودتون. اقدس خانم شناختی؟ راست. حواس جمع. اقدس خانم زن مرحوم فرمون خانه دیگه. به به، اقدس خانم خیلی خوش اومدین. ای خدا بیامرزتش، چه روزگاری داشت. به جون شما اسمال آقا، وقتی اسمشو می بردن مو به تن همه راست می شد. تا اون میوندار بود، زور خونه بود. خرقه پهلوانی ارزش داشت، خرقه ای که از پوریای ولی بگیره رسید. بله بفرمید. افسوس که زمونه فرق شما بفرمید. جوونا به جای ورزش می رستن، جای صلوات آواز می خونن، دعای خیرشون گول زدن دخترای مردمه. دیگه کسی نیست که اون خرقه رو حفظ کنه. افسوس دیگه کسی نیست. چرا حاج آقا؟ هنوزم کسی هست. کی؟ کی میتونه جای فرمون رو بگیره؟ پسر خودش، فریدون خان. عجب، پس واسه خودش مردی شده. بزار ماشالله یری شده، درست عین اون مرحومه، فقط موهاش کمی فرفری تره. هیکل، هیکل باباش. وقتی کلا میذاره و لباس میپوشه با اون خدا بیامرز مو نمیزنه. خودتو بپوشون. ببخشید. پس چطور تو این محل سر و صدایی ازش نیست؟ وصیت باباشه که میگفت گرگ بیرون باش و سگ گله. خیلی اسم و رسم در کرده. آره من که باورم نمیشه، یعنی راست راستی هم چه چیزی ممکنه؟ اوه، این که چیزی نی، با یه مش ده تا گاو میخوابونه. بله خوش کردم بینمش. منم خوشحال میشم. اگه اجازه بدیم فردا خدمت میرسم، آخه اقدس خانم شیرین جونو دیدن و خیلی هم ازش خوششون اومده. خیر انشالله، قدمشون بالای چشم. انگار ما رو فراموش کردیم پهلمون. قولی که به من دادین چه میشه؟ داماد من کسی میشه که از همه شایسته تر باشه. باشه مردم معلوم میشه. باشه. لا اله الا الله، استغفر الله. خدا بگم چی کارت کنه سکینه؟ آخه چرا این کارو کردی؟ حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ آخه کجای این پسر پهلوونه؟ این خیر ندیده هنوز به من میگه مامی. خیلی خب بس دیگه، باز شروع کردی؟ اصلا من نمیفهمم زنگ گرفتن که انقدر ادا و اصول نمیخواد مامی جان. بابا رسم و رسومات دیگه، هر کی یه جور دختر شوهر میده. ببینم فردا چه جوری میخوای این شیفتی رو غالب کنی. اونش با من، تو کاری به این کارا نداشته باش. با یه دست لباس عوضش میکنه. فرمایید. حتی تو برم که اینقدر دختر خوبی هستی. نوکرت هم شیرین خانم. اما خودمونی ما، تو هم خیلی شوهر شوهر میکنی. ایشالله وقت تو هم باز بشه. بازم نشه خودمو به ریشه یکی میبندم. امروزم باش قرار دارم. خواستگارا که اومدن من هم میزنم به چاک. مثل این که اومدن. ببین چی میگم، جلو اقدس خانم رو تو چیپ میگیری، برای جلو پسر چادر رو وا میکنی که پسر این تن و بدن رو ببینه. دستم روونم. پاشو برو در باز. همین الان شرف فرمایید. فرمایید خواهش می‌کنم. صاحب کن ببینم این چه طرز رفتنی. چجوری؟ اینجوری رو برو مثل جاهل. جاهل شدم. خب خب جاهل شدم. بفرمایید خواهش می‌کنم. شرف فرمایید. بفرمایید تو پهلوون. سلام علیکم پهلوون. سلام علیکم پهلوون. سلام. ورته کن مامی. نه نه. بخندم نه نه. یه فری بخندم. باید برم. بفرمایید اون بالا خانم، خواهش میکنم پهلوان. بفرمایید اون بالا. چاکرم. من میرم به شیرین خانم بگم چایی براتون بیاره. چاکرم. خیلی چاکرم. یا الله. چاکرم. شما چاکرین خوبی. چاکرم. خب پهلوان، شیرین خیلی گرد و خاک کردی، همه ازت تعریف میکنم. گرد و خاک؟ نه نه. بله گردخواه، اونو چه گردخواه که اصلا خونه تکونی کردم. بله راستش فکر میکردم باید از فرمونی یه همچی پسری بمونه. الفالونی برازنده شد. سلام. سلام دخترم، جای اقدس خانم و فریدون خان چایی بگیر. چاکرم. دست شما درد نکنه دخترم، خیلی ممنون. بفرمید. چاکرم. این چون چه فاکری کجا؟ چی شده؟ چی شده؟ اسمال آقا
پسر فرهون که میگن اینه؟ آره همینه. آی این تمام محله رو قراخ کرده؟ اینطور میگن. نه پهلمون باور نکن، این فوکله تو خالیه، این چیزا رو گفتن که شما رو خام کنن. یکی دو روز پیشم نوچه‌های من حساب گوشمالش دارن. میدونی پهلمون من واسه خاطر این که خیال نکنید دروغ میکنم، چند تا شاهدم آوردم. بیان تو بچه ها. باشه. سلام پهلمون. اینا همون هایین که آقا رو تکوندن، درست بچه ها؟ آره خودشه. مگه بهت نگفتم این برای پیدا نشه بچه؟ جورم به تو که میرسه. زمنان آقا مطربم تشریف دارن، تو کافه آواز بخونن و میرخزن. توف به تو. من از دختر شما خوشم اومده و میخوام باهاش عروسی کنم. خفه شو، همینم مونده که دخترم بدم به یه مطرب. مگه چه عیبی داره؟ گمشو برو بیرون بیا برو. کار کردن کجاش بیا بروی آقا؟ دهنه تو ببند، از اینجا بندازینش بیرون. مامان تو چند نفر به یه نفر مگه نمامی؟ ننه. خیلی خب بابا ننه. یه مرتبه دیگه این طرفا پیدا بشه پاره پورت میکنم. بره بچه ها. بره. این دیگه کیره بابا. آخ. همش تقصیر این سکینه خیر ندیده است. من میدونستم تو عرضه این کارو نداری. من برمیگردم ننه. هم حساب اسمالو میرسم، هم شیرینو میگیرم. کجا داری میری؟ بعدم میفهمی. آها. بابا نمیشه. چند دفعه بهت بگم که اوستا گفته پسرت اصلا این کاره نیست. باشم امتحانش کن، شاید این دفعه قبول بشه. مگه خونه خلاص که هی امتحانش کنیم؟ به این معرفت یک سال و نیمه داره کار میکنه، هنه یک نفق نبتونه بگیره. علق نخورده بود، روشن نشده بود. این دفعه هم آقایی بکنین، اگه نتونش خوب بیمش کنین. الان یه هفتهش داره کمپ میکنه. فقط یه رداره، باید تقویتی کار کنه. باره درسته. اگه بخواینا باید براش معلم سرخونه بگیرین تا یه چیزی بگیرین. باشه قبوله، این دفعه دیگه میخوام حسابی جاهل بشی، کل خراب. چیزه، برو باش فوقلاده کار کن، یه خود رو بیار. چشم بفرمایی بعدن قدرشو سادر میکنه. بیا بابا ببینم بوسا کجاست؟ نمیدونم، هر جا باشه الانه دیگه پندش. خیلی خوب، برو بگو سلمونی بیاد. من ازه نرم. بیا تو بکم برو. چطور شده؟ چرا اینقدر هراسونی؟ میگه اتفاقی افتاده. اول بگو بره سلمونی رو بیاره. هر کاری میگهت بکن، بپر مینم. چشم. خب دختره دیدهش؟ بله بله. خب تیکه هست؟ آجر ماجاری هست یا نه؟ راجب اون حرف نزنی یا. نه بابا، از چه تالا غیرتی شده؟ مواظب باش غیرت خفت نکنه. حالا سلمونیه برات چی میخوای؟ میخوام جاهل بشم. چه چیکار کنی؟ خب معلومه، حساب اسمال گاوکشو برسم. چرا میخندی؟ مگه عیبی داره؟ نه بابا عیبی که نداره، ولی حالا چرا میخوای با اسمال گاوکش سرشاخ بشی؟ جناب سلمونه تشریف آورده. بگو بزنه، بگو بزنه. چی رو بزنه؟ سر، ریش، پشم، هر چی که لازمه بزنه. این دیگه چجور جانوریه؟ وقتی میخوان بزنن میگه نزن، حالا خودش التماس میکنه میگه بزن. بیا چرا بزن دیگه. آخه بابا با اسمال گاف کش سرشاخ شدن خریتی محضه. تو فقط بهش بگو بزنه. چرا وایساده؟ میگن این بینه میگه بزن. چشم. زود باش بیا بزن، امشب خوشمونست. امشب جاهل اولین شبی جاهل شدنشو باید به ما سور بده. چرا وایساده؟ طرف ولیست. ولیست. من فریدونم. فریدون هستی، ولی هم هستی. در زود باش، چرا وایساده بابا؟ بسیار خوب، حالا که شما میفرمایید میزنم چشمت.
بذارشو کم رو همه میرسه نه درسته یا بگی منم شیر ده چم مالت تا بزدلی چم مالت تا بیا منم پلنگ ده بگیرش پلنگ ده نه نشد نشد اول بزن رو دست اینم رو دست یواش بزن بعد گیلاس رو برش دار هم بری کلا داری بود سلامت نوش برو بالا فرفری بابا من چقدر عرق بخورم من اومدم پیش تو که جاهل بشم نه الکلی دیدی نمیفهمی توجه نمیکنی جونم آخه تا این دورا رو نبینی که بقیده من نمیتونی جاهل بشی جاهل باید ادا مهمونی بده نباید بذارت کسی دست تو جیبش بکنه وقتی صورت حساب آوردن سر میزا باید بقاپید که دیگرون حساب نکنن بله امشب که حسابی میزا دادی یا یاد میگیری چی کار بکنی حالا برو بالا آفوگو به سلامتی جونم به سلامتی بریز تو هندقی بلا ببینم چی کار بکنی سلامتی حسابی گوش کن از من در مرگ و بعد دادن خیلی خوب تو کارات نباشی نالوتی و نازن با معرفتاش مرد مردن اندر جوچه موچه هاش بل می کردن به مال و منال دل می بندن چطاری جوجه بیداری با لوتی یا رو کن یک ذره با لوتی گری خو کن جز ناکسی و نالوتی بازی چی دیدی تو از این فیفی بازی چی دیدی تو از این فیفی بازی بشین بابا گوش کن فرفری جاهلی زشت زیبا داره رسم و رسومات داره به اصول و اساس داره الکی که نمیشه شروع کرد تو باید از جای پاینتر شروع کنی و پله پله بیای تا بالا بره من میخوام پله بالایی شروع کنم سب کن بری وایسا بابا ببین چی میگم اگه بری جلو تیکه بزرگت بوشه آره گوشم آقا من فقط میخوام بریم ببینیم چجوری کلکشون رو میکنم آقا فقط من سلا نمیدونم اگه بری جلو کلک میشونم آره ببین چی میگم فقط رو من بگو اول باز چی کار رم سیار خب الان برات میگم بگی بشیش بشه بشیش این درسی هشتم است گرد بافه دست خیلی خب ولی نفق دیگه چیه که برای همین است که میگم بی خود سر صدا ران انداز تو هنوز درس رو شروع نکرده و میخوایی نسقا بگیری خیلی خب پس تو نسقا بگی بقیهش با من نسقا بگیرم بله ببینم آقای محترم با ما بودین بخیر بلا نسبتی شما که ببینم او کیه چرا جوابشو ندادی میگه بیکاری طرف کارگردان است میخوای نونی آرتیست را آجر کنی ببخشید آقای محترم ببخشید
خوب شد ما رو شناخت. نکنه منظورت مایی؟ آره؟ کور باباشم دست دست نایی شما بر لابد و آتید بودی خوبه طرف درشته همه نه خطو میمیری ایشون بودم آره تویه دست نفهمیدم شما دوتا چرا اینجا قایم شده شما چرا شده میگه افسره درس شیلده رو نخونده چرا خونده همین که کافه خط و علاق شد جاهلی دبش میره زیری نیست که سبزه نخوره آره شما دوتا این درس نداده بودی چرا بزن بموش بموش بزید 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 بابا اصالت داره اصالت جاهلی بی تکنیک اینش بد سا محافل پنچل میشه باید از فردا دست آسینو بزنم بالا و تکنیکو یادش بدم روش کار کنم
خالیده. نه ساحل دست نیموزه. مرد تو بیا. نانه الهی مادر به قربون هیکلت بره. الهی نوکرتم ننه. الهی شکل آخره مبارکت باشه ننه. ناکس انگار 30 سالت که جاهله. خانوم تا قرپسو آدم خیال میکنه فرمون خان جلوش بایستاده. بیا بریم بهش نشون بدم. باید ببینه پسرش چه قد و بالایی پیدا کرده. چی نشونش بدای آباد؟ دست بابا. بیا دست بابا. آره به نظرم ننش بالا خونشه ذوقش اجاره داده. پسرتو ببین قد و بالاشو ببین. تو رو خدا حظ نمی کنی؟ چرا اخ میکنی؟ چرا جواب نمیگی؟ ها میفهمم کجات میسوزه. برای اینکه من بالاخره به آرزون رسیدم. لا لا هلا لا برو سلقه سر به سرم نزار. خوب میکنم خوب میکنم. ننه چون تموم شد یا بازم میخوای حرف بزنی؟ نمیای بری فرفری خیلی کار داری. ما اومدم بایز شما ننه مزار. دست علی به همراد خدا نگهداره. هی میگفتم میخوام مثل تو بشه. هی تو میگفتی نه. حالا دیدی چی شد؟ بر خود یک کف نمیشم. از چه بابا چی؟ یالا کلوفتی برزم به تا چون؟ حشمت دیگه کیه؟ رفیقش اسمم میشنسن از کلش میگرنی بری الله را شغلی بابا دیگه پیخ میبرسه. خوشگله. خیلی
خوشحال شدم دیدمت. خیلی وقت سراغ ما نیومدی. گرفتاری سه هزار بدبختی. ولی خب امروز چه وقت کردم مدام چرا میشینی؟ نه کار داریم اسپری. عجب غلطی کردین. حالا دیگه برای خودم اوستا درست کردم. بابا بذار کمی عشق کنیم دیگه. بعدا میای عشق میکنی پورپوسو. اینم اسمال کجاست؟ آقا کی باشه؟ عصبانیست. دعا بشه بده. دو سه روز ندیدمش. به نظرم سر بساط قمارش باشه. شما بلدی؟ کور شم اگه بلد باشم. ببینم تو خودت نمیخوای اسمال ببینی؟ چرا بدم نمیاد؟ پس چادره ده بنداز سرت دنبالی ما را بیافتری. چش ناخونک نرو. حالی که وردش گرفتی؟ بگه بزا سر جاش. مالیده مالیده چیه بی تربیم بفرما سری غذا بعد از بلند نشین. اینطور که معلومه تمامی نوجوهای ارازل اینجا زمانتونی تو ببینم اون چیه؟ اون اسمش میتیست. ناکست تو تکروی لنگه نداره. مرد و نامرد براش یکیست. هر کس بره تیرسش کارش تمومست. میخوای حسابشو برسم؟ نه این بابا خودش دشمنی اسمالیست. هر دوتون از یه جوب آب میخوری. yeah. البته بی سوتا بیا بریم حسین. آله بریم هر دو سر قبوله. بریدیم اینا. سلام علیکم حسین آقا. سلام. ببینم اسم الاغا را نهیدی؟ اسم الاغا را نهیدم ولی آقا مصطفی قمار داره. آقا مصطفی؟ خب بگاش کن بهش میگن مصطفی خرگردن. خیلی آرا حریفست. مشتشم گاب بخورت میخوابه. قدشم مثل نوردونی دوزاست. کاری با گزدکشم بد نیست اما بیشتر دستی خالی دعوا میکنه. رفیقی جونجونی اسمالیه. هی آقا مصطفی چیه؟ اونجا رو بسو. چیه؟ حشمت اسماله؟ با اون جوجه فوکولی چی کار میکنه؟ بلنش رو بیارش اینجا بینم. جاش سلام حشمت خانم. علیکه سلام. این یارو جوجه فوکولی محلمون آقا مصطفی. حشمت بیار. جاش آقا مصطفی کارت داره. نکنه آقا اجازه نمیدن. آره اینجا عشقش جورتره. آقا اجازه نمیدن. میگن اینجا عشقش جورتره. به زور بیاره. شش اتلاشو نسقا بگیر. افتر درسی سیزده رو یاده دونره. یالا فرار الفرار. برو چنار ببینم. برو شو دیگه. بشو خاییدی برین آقا جون بخوری شارنگشو میزنم. برین آقا هر کاری بیگه ما کنیم. برین آقا اوستا پولا را چاشو مردا آخرش یک کاری دستمون میدادا. یارو بشو بی خیلی خوب چرا اینقدر قیله قال میکنی؟ بریم اینا بریم اینا پولا را جمع کن. الان تو همه شهر پر شده است که مصطفی خرگردن و کنفتش کردی. باید اسمانو پیدا کنم. اگه یکی دوتا دیگه شهر را بندازی یا خودش میاد سراغت. نه حسین آقا خیلی دیره. بچه‌م راست میگه هرچی زودتر بره سراغش بهتره. ببینم باجی شما اوستاشین یا من؟ البته شما. پس برای چی دخالت میکنی؟ چرا روش کار میکنی؟ بی خودی به چرا حولش میکنی؟ خدا بیا اوستان ننم یه خود آتیشش تونده. خدا بیامود این چجور عیالی است که تربیت کرده؟ مگه چش نالو تیدن تو آب بکش. خاندم نداره ها. چی تو شد؟ باجی این عکس با من حرف میزنه. گاهی وقتا با منم حرف میزنه. به این آقا بگو که باور نمیکنه. ولکن بابا ننه دونی تو بابات دارت اختلاف میکنه. الان با من دعوا کرد. آقای بیت کجایی اینا؟ سلام بر روی ماهت ککی نجون. چرا اینقدر هراسونی؟ خول شدم خوردم زمین از اون گذشته. شما ها نشستین که براتون کارت دعوت بیارم. از کجاست کی کی ولی شده است؟ شیرین خانومو امروز عقد میکنن آقا. چی داری میگی زن؟ نکنه دیوونه شدی؟ یکی دو روز بود که اسمال زیاد میومد و میرفت تا اینکه امروز یه مرتبه چند تا طبقکش خونچه عقد آوردن. شیرینم صبح تا حالا داره خودشو از گریه میکشه.
حالا موقعشه. زود باش ننه، برو لباساتو عوض کن، میخوام برم عروستو بیار. خدا بیامود، این چجور عیالی است که تربیت کرده؟ مگه چش نالوتی دهن تو آب بکش؟ خندم نداره ها. چی تو شد؟ باجی این عکس با من حرف میزنه؟ گاهی وقتا با منم حرف میزنه. به این آقا بگو که باور نمی کنه. ول کن بابا ننه. جونی تو بابات درت اختلاط میکنه. الان با من دعوا کرد. آهای بیت کجایی اینا؟ سلام بر روی ماهت چکی نجون. چرا اینقدر هراسونی؟ چکی میشنی؟ از اون گذشته شما ها نشستین که براتون کارت دعوت بیارم. از کجاست کی؟ کی ولی شده؟ شیری خانومو امروز عقد میکنن آقا. چی داری میگی زن؟ نکنه دیوونه شدی؟ یکی دو روز بود که اسمال زیاد میومد و میرفت، تا اینکه امروز یه مرتبه چند تا طبقکش خونچه عقد آوردن. شیرینم صبح تا حالا داره خودشو از گریه میکشه. حالا موقعشه، زود باش ننه، برو لباساتو عوض کن، میخوام برم عروستو بیارم. اون سه اجازه میدیم برای بچه رو خبر کنم؟ چهار پنج نفر بسن. چه توضیح بده چه خبر شده؟ چقدر خنگی، من نهیدی فریدون خان گفت عروسی داریم. بزن بره. خب ننه جون یه خود بیشتر مواظب مهمونه باش، نظر آبرومون بره. مطمئن باشیم. ولی نوبرا خانم عروس داره گریه میکنه. ننه دیگه گریه کردن چیه؟ ناسلامتی دارن شوهرت میدن، نمیخوان تو بکشنه. من از اسمون بدم میاد. همه چی رو برا؟ آره خیالتون راحت باشه، بچه آدم دارن. نوشیزه شیرین بهشتی، حاضرید شما را به عقد دائم آقای اسمال دوزخیان در بیاورم؟ نوشیزه شیرین بهشتی برای بار دوم. من برم به اسکالوگا خبر بدم. برو برو برو. خدا جواب بده آبروم را. نه من فریدون رو میخوام. آقا اسمال، آقا اسمال، آقا اونجا سکولیه با دار و دستش دارن میان اینجا. الان مادرشو به عزاش میشونم. سرکتون دختر کجا داری میری؟ هر کدومشون که برنده شد بشی. ولی اونا ممکنه همدیگه رو بکشن. آسمونتون بالت میگشتم، شنیدم خیلی گرد و خاک کردی. حالا دیگه نوبت توه. لاف زدن فایده نداره. گذشت اون موقع که میگفتن پیرن یکی دوازده تومن است، تو وایسا اونوری جوق، من وای میسم اینوری. فوش بده فوش بسون، حالا پیرن گرون شده است، یکی 48 تومن است. آره کردنی هم نیست. بگرد تا بگردم. چه دیگه؟ بنا 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 ب
5:21 میگه گربه رو باید در هدله سر ببرن. نه دیگه اوسا، این حرف مال قدیم بود. حالا دیگه حقوق سر و مرد مساویه. گربه مربه دیگه مرغ باشه. باشه جونم. جونم. تلای قربون اون حقوق اضافه حقوقت برم که اسمش هست. حالا مگر نگرفتی منو بلند کنی؟ نه. نفهمیدم آخر اون یه میخوایی با پروفسور باشه. بلند بلندش میکنم. جونم میکنی باشه مینه.